خوب دوستان گرامی حالتون چطوره امیدوارم که خوب باشید و سالم و سلامت امروز میخوام به یک به آن رو تا یه چیزایشو خیلی چیزاشو کار کردیم بچه‌ها مثلا گرامه رو شو کار کردیم و اینا ممکن یه سری اصطلاحات و اینها باشه که کار نکرده باشیم مسلما که من تو این سری درس ها میبرم به سمت به آن هر چی رو کار نکردیم تا الان کار میکنیم به خصوص اصطلاح به خصوص کلمه و اینها مهم هستن مثلا به جایی بگیم حالت چطوره کمون سوا میتونم بگم کمون تو تو سون تو تو سون تو تو سون فرانسوی بچه کلن یه حالت تصویری داره صحبت کرده شون مثلا اگه بگم یکی بگه کمون تو تو سون و من بگم کم ان لندی یعنی مانند یک دوشنبه ای دو به این معنی که ای نه خوبه دوشنبه ها حالا آدم چطوره بعد از یه شنبه یه شنبه و یک که تعطیل و آخر هفته است توی اروپا وقتی میرید سر کار دوشنبه معمولا روزی است که حوصله نداری دیگه تعطیلات تموم شده آخر هفته بعد هم کلی طول میکشه تا بیاد پس میگن کم ان لندی کم ان لندی یعنی حالا هی hey بد نیست مثلا کم تو تو کم ان لندی تو تو کم از این هم دقت داشته باشید کمام که کامنت می نویسن ولی کم دی اینجوری می نویسم دو تا می داره. هر دو تاشون دو تا می داره. اگر خیلی حالتون خوب باشه اینقدر رو فرم باشید که از دارید به هر حال انگار که دارید آتیش میگیرید از انرژی و اینها میتونید بگید جپت جپت لفه جپت لفه یعنی دیگه پر از انرژی از از بس که انرژی دارم دارم میترکم دارم آتیش میگیرم پت پت ل دقت کنید که اینجا وسه اول شخص تبدیل به ا میشه پس ژ یعنی آتیش ژ اگر ته خد رسیده باشید بو به او او ت مینویسن به معنییه همون ته. او بو یعنی ته در ته در ته زندگیم باشم او بو دو موی او بو دو موی یعنی ته خد رسیدم انگار کسی که دیگه هیچ راه نداشته باشه و اینها جو سوی یا با لیزون سویز سویز بو دو موی و بو دو موی یعنی ته خد تماخر آخر زندگی کسی که دیگه از همه چیز دست کشیده و ناامید شده بعضی مواقع یه نفر تو تصادفی یا یه نفر قش کرده باشه افتاده باشه باید بیاریم توی پوزیشنی قرارش بدیم که به حساب میگن پوزیشن ایمن حالت حالت شکل قرارگیری بدنش باید به هر حال به, به, کناری بذاریم و اینها اگه ما بگیم je suis en PLS که PLS یعنی position de sécurité پوزیشن دو, دو همین حالتیه که قرار گرفتن شخص مجروح به این شکل قرارش بدیم که کمک برسه پس میتونیم می بگیم je suis je suis en je suis یعنی آخرت ختم و اینا پس دقت کنیم suis یعنی باز مثل همونه بچه‌ها انگار که تو حالت قرارگیری دم مرگ قرار گرفتم دیگه نیاز به کمک دارم اینقدر دیگه حالم بده حوصله ندارم یا خستم یا ناامیدم بر حال پس ما میتونیم بگیم کم ان لندی کم وقتی که حالا خیلی خوب نباشه کم ان لندی کم خیلی عالی باشیم و اینا میتونیم بگیم ژپت پت لو ف و اگر تاخر رسیدم جو سیزو بودو ما وی شو جو وی بعد به مثلا این به چه فرانسوی هم دارم حالت صداشون اینجوری میگم پی اف 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 اینا مینویسم مثلا کمان تو تانس کوم لندی نه خیلی خوب نه خیلی مثل مثلا مثلا موتیواسیون نداشته باشم ژ ژ نه پا دو موتیواسیون ژ پا دو موتیواسیون vraiment je پا pas de motivation واقعا حوصله ندارم vraiment je n'ai پا je پا یا je پا pas باز اون وقت نو شو توی روزمره هز میکنم vraiment j'ai pas de motivation یعنی راستیتش بخوای راستیتش حوصله انگیزه ندارم

یه روز وحشتناک سر کار مثلا میخوام بگیم میتونیم بگیم اون جغنه اغیبل اون جغنه اغیبل او تخوایی سر کار اون جغنه اغیبل او تخوایی ولی امروز خیلی حالم خوبه می او جغدی جفت جفت لفه ای بان لغ بان هم زیان بان لغ ببینم ای بان لغ تو تسان بان لغ ای بان لغ ای بان تو تسان Comme allez-vous vraiment j'ai pas de motivation aujourd'hui et toi alors hier j'étais au bout de ma vie une journée horrible au travail mais aujourd'hui je pète le feu khoch baalet agi bakham begi mitou mitigim la chance la chance yani chance awri ke in jouri ek dirou tarat badou bghinou zoube la chance la chance ya tu as de la chance la chance ami jul begi de la chance moucha khas misha yani chance ta خوش اگر من اینجوری ادامه بدم سی جه کنتینو سی جه کنتینو کم سا کم سی کم سا یعنی مثل این مثل سی کنتینو کم سا اگر اینجوری ادامه بدم فردا انگار که درازکش شده باشم دومان جسی آن پیلس دومان آن پیلس پس پلس اگه شنیدید معنی پلیز نیست تو انگلیسی معنی روبه قبل شده امیدوارم که این درس هم مورد توجه قرار گرفته اگه این روش رو هم دوست دارید من تا درس ادامه بدم به همین شکل یه سری چیزای مهم به ان رو بهتون اینجوری بگم حالا بینش هم حالا گرامرایی که نگفتیم رو تکمیل کنیم گفتم تقریبا همه رو کامل گفتم ولی حالا تکرار اینا هم بکنیم ولی بیشتر از اصطلاح و بیشتر کلمه و اینا کار کنیم موفق باشید تا درس بعد اوه.